به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر شجاعی محیطبان پارک ملی بمو در حین درگیری با شکارچیان از ناحیه سینه و گلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت. وضعیت این محیطبان وخیم گزارش شده است و زاربین هم بازداشت شدند. روز گذشته نیز محمد دهقانی و پرویز هرمزی در هنگام گشتنی در منطقه حفاظت شده گنو در استان هرمزگان توسط شکارچیان غیر مجاز به قتل رسیدند. به گفته حمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور، قاتلان محیطبانان هرمزگان که پدر و پسر هستند دستگیر شدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگوی تلفنی با صدای آمریکا خل سلاح محیطبانان را یکی از راه‌های جلوگیری از اتفاقات مشابه می‌داند. تعداد محیطبانانی که در راه انجام وظیفه جانشون را دست دادن به 118 نفر میرسه و این تعداد در حال افزایش است. بنده تصور میکنم تنها راهش شاید این باشه که ما اسلحه رو از محیط زیست، از گارد محیط زیست و از محیطبانان بگیریم، همونطور که پلیس در انگلستان مسلح نیست، برای اینکه تجربه ثابت کرده بود که حمله اسلحه خودش تحریک کننده است برای کسی که میخواد فرار بکنه و با کمال تأسف محیطبان ما جانش رو از دست میده. ما اگر اسلحه رو از محیطبانمون بگیریم کیفیت کارشون اصلا نازل نخواهد شد و جانشون حفظ خواهد شد. شمار اندک محیطبانان ایران در قیاس با استانداردهای جهانی در برابر سیل عظیم باندهای غیر مجاز شکار حیوانات حیات وحش یکی از عوامل اصلی کاهش نگران کننده ویرانی محیط زیست ایران اعلام شده است.